پرمصاد محترم عزیزی، بسیار سوال به اصطلاح پیش آمد، من سوال جدی هست که سوال کردن که میخوایم از استاد عزیز بپرسم که الله متعال اصلا چرا ما را خلق کرده؟ استغفر الله، هم نوشته کرده واقعا. خب این قابل استغفر الله نیست، باید ما حکمت و فلسفه آفرینش خود بفهمیم. یقینا ما هم عقلی خدمتشان عرض میکنم، هم نقلی. عقلی ای که الله ما را به سه هدف آفریده است. بله. اول آیه 31 سوره بقره، و اذ قال ربك للملائكه اني جاعل في الارض خليفه. اول دوم وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، آیه والله اعلم 59 میشه سوره زاریات، نه آفریدیم ما انسان ها و جنات را مگر برای عبادت. ای دو. سوم سوره هود آیه والله اعلم 61 میشه و استعمرتم فيها، در باب قومی، یعنی قومی ثمود. بله. قومی ثمود الله منان میفرمایه الله شما را در زمین برای طلب آبادانی و عمارت زمین آفریده است. الله ما را برای خلافت، برای عبادت و برای عمارت و آبادانی زمین الله متعال ما را آفریده است. از همین جا ایره دانسته می شود که ببینیم که انسان الله متعال بر ملائک، بر جنات چقدر عظمت و بزرگ و برتری داد. وقتی که هدفش این انسان میداند، الله متعال ایره از عرش فراتر و بالاتر میبره. زمانی که انسان هدف خدا که امان و عمل بر اصول دین، بندگی الله، بجا آوردن اوامیرش، اجتناب از نواهی الله، این مقصدی خلقت خدا نمیدانه، قرآن میگه ثم رددناه اسفل سافلین، بعد از آن ما برگرداندیم این انسان در تحترین طبقه دوزخ. این اهداف است که خلافت و عبادت و عمارت زمین، الله با این سه تا مقصد عمده و عالی ما را آفرید. جزاكم الله خيرا.